نوسرت کیست؟ بیشتر والدین آرزو دارن فرزندانشان دکتر و مهندس شود و یا در بهترین سطوح اجتماعی و تحصیلی قرار بگیرند. کسی فرزندش رو تشویق نمی کند که بهترین قصاب دنیا شود. اما اگر داستان زندگی و جهانبینی معروفترین قصاب دنیا رو بخوانیم، شاید تغییر عقیده بدهیم. رویای داشتن رستوران برای پسر بچه 14 ساله‌ای که گوشت‌های قصابی‌ها در بستانجی را جابجا می‌کرد هم روزی بعید به نظر می‌آمد، چه برسد به چندین شعبه در نیویورک و منطقه اعیان نشین استانبول. پسری که در سال 1983 در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و پدری که ساعت‌ها در معدن سنگ می‌تراشید تا نان در بیاورد، چهار برادری که همگی کار می‌کردند و مادری که شام شاهانه‌ای مانند سیب زمینی آب‌پز می‌پخت، همگی در ارزرون در شرق ترکیه زندگی می‌کردند. نصرت 2 ساله بود که به داریجا مهاجرت کردند و 12 ساله بود که به دلیل فقر مدرسه را رها کرد. او به استانبول آمد تا شاید بتواند پولی در بیاورد و کمک خرج خانواده باشد. بالاخره در قصابی کوچکی برای جابجایی گوشت‌ها مشغول به کار شد. مدتی بعد به قصابی بزرگتری رفت، جایی که 18 ساعت در روز فقط کار میکرد. سال 2007 نقطه عطفی در زندگی او بود. به عنوان مسئول تکه کردن گوشت در رستوران گونایدین در پاساژ شیک ایستینی پارک مشغول به کار شد. مهارت او تکه کردن هم اندازه گوشت ها در کمترین زمان ممکن بود. مدتی که در رستوران مان جای خودش را کوچک دید. او به دور دستا فکر میکرد و بنابراین با تمام پسنداز خود راهی آرژانتین شد. یک سالی در آنجا ماند و به ترکیه برگشت تا دوباره پولی جمع کند و این بار در سال 2010 راهی آمریکا شد. با تجربه‌ای که داشت در یکی از بهترین رستوران‌های نیویورک مشغول به کار شد، اما بدون دستمزد، چون او فقط درخواست آموزش داشت. بنابراین پیشنهاد کرد که در ازای یادگیری کار کند، همان کاری که در آرژانتین هم کرد، در ژاپن هم. نصرت به بسیاری از کشورهای جهان بدون پول و حتی دانستن کلمه زبان انگلیسی سفر کرد تا فقط یاد بگیرد. او از مرحله پرورش دام و شناخت گوشت تا قصابی و رستورانداری و سرو غذا همه را آموخت و به جایی رسید که منوی او در نیویورک مشهور شد. با شناخته شدنش حالا می توانست پایه‌های رویایش را بنا کند. پس شروع به پسنداز کرد. به استانبول برگشت و با کمک دوستش میتاد اردم اولین رستوران خود را افتتاح کرد. 6 ماه بعد سهم میهات را هم خرید. آوازه رستورانش در شهر پیچید و دونش گروپ اسپانسر رستورانش شد. حالا با پشتوانه محکمتر ادامه میداد. خلاقیت او در قطعه کردن گوشت ها و طرز منحصر به فرد نمک پاچیدنش و مهمتر از همه دانش و تجربه زیاد در زمینه سرو غذا او را مشهورترین قصاب جهان کرد. حالا پسرک قصاب 400 کارمند دارد. او در رستوران‌هایش پذیرای معروف‌ترین‌های دنیاست و بسیاری از آنها خوشحال می‌شوند تا در کنار او عکسی به یادگار بگیرند. نصرت ثابت کرد که برای موفق بودن فقط باید بهترین بود. قصابی یا پزشکی فرق نمی‌کند. ترکیه پورتال، انتخاب مهم است، درست انتخاب کنید.